درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. ما دو تا حالت داریم برای اینکه با سفت بازی برخورد کنیم. یه حالت اینه که اونا مدیریتش کنیم، تحت مقررات درش بیاریم، سازماندهیش کنیم. یه حالت اینه که باهاش مبارزه کنیم. خیلی مثال، ببخشید مثال میزنم، بهتر از این من پیدا نکردم، اما عذر میخوام. مثل دزدی شما فرض کنید، دزدی را دولت میاد بر دزدها، بر درآمد دزدی مالیات وضع میکنه، درسته؟ وقتی مالیات وضع میکنه بر درآمد دزدی، دزدی کم میشه. اما دزدی یه کار قانونی، الان قانونی. حالت دوم اینه که شما بیای از آقا دزدی ممنوع. این دوتا کاملا متفاوته، اصلا نتایجش اینه. اون اولی که شما میای دزدی رو تنظیم میکنی، مقرراتش وضع میکنی، مالیاتش وضع میکنی، دولت به چشم من به درآمد بهش نگاه میکنه، باعث میشه که خلق پول کماکان اتفاق بیفتد. اما حالت اون که شما ممنوع بکنی، دزدی حرام است. دزد دستش قطع کنه. حالا توی نظام اقتصادی این باعث میشه که خلق پول به صفر گرایش پیدا کنه. این خیلی مسئله مهمی. توی کشورهای غربی خلق پول مدیریت میکنن. چه جوری؟ با مدیریت سفته بازی. نه با اینکه بگن آقا سفته بازی ممنوع. هیچ سفته بازی تو کشور ممنون. چرا نیست؟ چون سود بانک تو خلق پوله. اینا با هم بستن. ببخشید من این جمله دارم میگم. بستن اینا با هم. چه جوری پولمون خلق بشه، درآمده اونو کسب کنیم و جامعه زیاد ضربه نبینه. حالا اینکه ضربه شه میبینه بعد بلند مدت. البته اینجا چون خلق پول خیلی دیگه وله، خب ضربه خیلی زیادی. الان آقای دکتر میدونن 70% از نقدینگی تو کشور ما در اختیار 80% سپرده است. چه اگه شما یه حساب سرانگشتی بکنی شاید برسی مثلا به 100,000 نفر. 100,000 نفر آدم هستن که بانک دارد به اینا سود 20% میده. سال گذشته 23% نقدینگی رشد کرد. این ولی میز. این ولی میز تولید سندی رشد کرد. 6% کم شد. وقتی که نقدینگی زیاد میشه، تولید کم میشه، یا تولید اصلا زیاد نمیشه، یعنی داره حق جا به جا میشه. یعنی یه عده دارن مالکه، یه عده دارن شریک مال یه عده دیگه میشن. ببینید که بین اجازه باشه. حتی اگر نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد پول، نرخ رشد تولید یکی باشد، باز ما اینجا مصداق اکل مال به باطل میتونیم داشته باشیم. اینا سوالاتی که گوش ذهن ماست و اینا باعث شده که ما بریم وارد این مسائل بشیم. و البته اینها رو با زبان منطق اقتصاد، منطقی که دو تا چهار تاست، استدلال کنیم. سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به نحوه راستی آزمایی لغو تحریم ها گفت که مفهوم راستی آزمایی این است که مثلا جمهوری اسلامی باید در حوزه فروش نفت بتواند قراردادهای نفتی اش را منعقد و نفتش را صادر کند و منابع مالی درآمدش را از طریق کانال‌های بانکی به داخل منتقل کند، یا در حوزه بانکی بتواند تراکنش‌های مالیش را از کانال‌های مالی مختلف انجام دهد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ادعای اینکه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شکست خورده اظهار داشت: ما هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم و هر گونه ترتیباتی با در نظر داشتن این اصل صورت می‌گیرد. اولا آمریکا همواره از ابزار تحریم برای حصول و اهداف سیاست خارجی خود نه تنها علیه جمهوری اسلامی ایران، بلکه علیه طیف وسیعی از کشورها، بیش از 35 کشور استفاده کرده و می‌کند. طبیعتاً این سیاست کاملا مغایر با حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز اعلام کرد که تا وقتی آمریکا تمام تحریم‌های خودش را لغو نکرده و به برجام برنگشته باشد، هیچ یک از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه در حوزه غنی‌سازی نمتوقف می‌شود و نه حتی روند کاهشی پیدا می‌کند. او در این مورد تاکید کرد غنی‌سازی 20% ما اکنون با سرعتی حتی فراتر از سرعتی که مجلس شورای اسلامی در قانون خودش پیش‌بینی کرده بود پیش می‌رود و مواد غنی شده 20% در حال تولید است. پیشتر سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرده بود که ایران با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته توانسته میزان اورانیوم 20% خود را به 55 کیلوگرم برساند و در حال نزدیک شدن به 60 کیلوگرم است. بهروز کمالوندی گفت: ما در زمانی 9 تن مواد خود را به خارج فرستادیم، الان 5 تن مواد داریم و می توانیم بگوییم به سرعت هر آنچه مورد نظر بوده برای احیای آنچه به خاطر برجام کنار گذاشتیم داریم به دست می آوریم و به سرعت در موقعیتی قرار می گیریم که بهتر از قبل برجام است. همین الان غارت شده
بارها گفتم که کشور در آستانه فروپاشی و ما در معرض یک انتخاب تاریخی هستیم. بیایید به داد ایران برسیم. با این سروده ام اجازه بدید که با هم درد دل کنیم. امروز اگر دفاع از ایران نکنیم و این کار به حکم عقل و ایمان نکنیم، این فرقه واعظان که شد حاکم شهر، خلع ید و راهیگر به زندان نکنیم، این رهبر چین و رهبر خائن ما از کرده خود اگر پشیمان نکنیم، فکری اگر از برای ابناء وطن از گبر و مسیحی و مسلمان نکنیم، اندیشه آزادی بیدین و یهود و اندیشه آزادی انسان نکنیم، دردی که گرفته سخت دامان وطن وین جهل مقدس هر که درمان نکنیم، فردا بخورد قرعه به نام دگران، امروز اگر فکر سراوان نکنیم، بیگانه بدید خواب از بهر وطن، این خواب خوشر که ما پریشان نکنیم، از مام وطن به جا نماند چیزی ساقط اگر این شیخ خراسان نکنیم. عهدیست میان ما به تحریر وطن، ایفای عهود و نقض پیمان نکنیم. از جان چو گذشته ایم در راه وطن، جز فکر نجات ملک ویران نکنیم. ارتش که توی مدافع مام وطن، بازا که تو را جدا زیاران نکنیم. نیروی بسیج و پاسداران عزیز، برخیز که با تو غیر احسان نکنیم. رزمنده بسی نموده آهنگ مساف، جز خدمت و مرحمت به ایشان نکنیم. ای وای به دشت تشنه آب شرف، سیرابش اگر به لطف باران نکنیم. آتش بگرفته میهن ای هموطنان، خاموش بگو چرا شتابان نکنیم. هرچند که اتحاد از بهر وطن، افسوس سریع و سهل و آسان نکنیم. چون تفرقه جز به سود ملا نبود، وحدت ز چه رو برای ایران نکنیم. ای شعله به کاوه اقتدا کن و بدان، سرپیچی اگر دهی تو فرمان نکنیم. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.